در آیین مزدی اصلی شماره 3 رو که اون شماره 3 و 6 و 5 که 365 روز خورشید میتابه و جهان از آن میترا هست و میترا سرور جهان است و بغمهر است، این بخش را گذاشته کنار، بغمهر را گذاشته که شماره 3ش را نگه داشته. روی شماره 3ش اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک را نشانده. سه تا فرمول، فرمول سومش اینه: یک مزه هور، دو سپنتا معنو انگبه معنو، سه شماره 3 اون سه تا را نگه داشته، شماره 3 را نگه داشته. رفته روی شماره 4 فرمول دیگه مزدی اصلی که زرتشت سپیت مای داره دینش درست میکنه. شماره 4 اون 4 تا گوهری که آب و خاک و هوا و آتش هست اونو نگه داشته، گفته اون 4 گوهر، همین درفشی که پشت سر من هست این هست دیگه. در زمانی که خود زرتشت سفید مای میاد به دربار شاهنشاه ویشتاس در بلخ، وخرم دروشم ورشته درفش افراشته بلخ، این نشانه 4 تا گوهر هست. اینو میبایستی زرتشت سفید مای نماد نگهبانی از 4 تا گوهر، آب و خاک و هوا و آتش، اینو نگه داشته. این از آیین مهر نگه، در آیین مهر هم چنین چیزی هست که این 4 تا گوهر گیتی سپنتان و میترا نگهبان ایناست. زرتشت سفید مای نمیگه که میترا نگهبان ایناست، میگه که اینها را مزدا اهورا آفریده، نگهبانیش به دست فرزندان ایران میسپاره. میگه کسانی که در خانواده مزدی اصلی زاده میشن سربازای مزدا هستن، این سربازای مزدا باید کوشش کنن که زمین رو بکارن، کشاورزی کنن، آبها را بیارن، کان کشی بکنن، آب بکشن در ایران زمین از خوشسالی، چون براش دیو میذاره، میگه اپوش دیو خوشسالیه، کسی که آب بیاره اردوی سورنهیتا که یزت و نگهبان آب هست از او خوشنود میشه. نامه یعقوب لیث هست، سفاری به خلیفه اسلام: من فرزند آزادگان جم نژاد و صاحب ارث پادشاهان ایرانم و زنده کننده اون که از عزت آنان که از میان رفته و طول ایام قدیم بر اونها قلم فراموشی کشیده است. من آشکارا خواهان انتقام آنانم و اگر کسی از حق ایشون چشم پوشد من چشم نخواهم بست. درفش کاویان با من است و امیدوارم که به فر اون بر تمام ملل برتری یابم. پس به همه بنی هاشم بگوی که پیش از پشیمانی آماده خلع شوید.
در بخش های از تاریخ وقتی یک کسی میگه که افغانستان بخش از حکومت های اخامنشی بود، عین قضیه است که یک کسی دیگه هم میتونه بگه که ایران بخش از حکومت غزنوی ها بوده که پایتختش افغانستان بوده، در آن وستیان خراسان بزرگ در وقت بوده. هدف ما از اینجا از تعریف دولت ملت های امروز نیست، بلکه تعریف از عروض است که یعنی مرکزیت یک حکم روایی در کجا بوده. یک وقت مرکز حکم روایی اگر در فارس بوده و یا در بخارا بوده یا در سمرقند بوده یا در کابل بوده یا در بلخ بوده یا در هرات بوده، بر بنیاد از اون تعریفی که در تاریخ افغانستان آمده به این ترتیب تعریف شده که افغانستان مثلا در کدام دوره تاریخ تحت تاثیر کدام از دولت‌های بوده که پایتختش یا مرکزیتش جای دیگه بوده. دوره غزنوی‌ها حکومتی که در افغانستان حکومت میکرد اصلا ترک‌ها بودن و اونا جزء از غلامان به طور مثال دوره سامانی‌ها بودن، آمدن در افغانستان یک دولت را ایجاد کردن که پایتختش غزنی بود که بخش‌های شمال هندوستان هم بخش از افغانستان بود و اسلام بیشتر در همین دوره تحت نام اسلام سلطان محمود غزنوی بر اونجا رفت. من دیدگاه استاد رضا خانی را شنیدم ولی دیدگاهشان که زیاد موافق نیستم. من یعنی تعریفی که از تاریخ هویت‌های کشورهای منطقه میکنیم باید بر اساس این تعریف‌ها از معیارش که پایتخت در کجا بوده. زمان غزنوی‌ها پایتخت غزنی بوده و حکم فرمایی از غزنی بر امپراتوری ها و خاکا شده، در وقت طبیعتا ایران بخش یا فارس بخش تحت تاثیر یا قدرت حکومت مرکزی بوده. آقای رضاخانی، درباره این نکته‌ای که آقای امیرزاده گفتن چی فکر می‌کنید که اگر توی مناطق جغرافیایی مثلا کابل بوده، قندهار بوده، هرات بوده، اونجا تمرکز بوده، اون موقع ایران جزو افغانستان بوده، ولی برعکس اگر مثلا در فارس بوده، در همدان بوده یا در اصفهان بوده، اون وقت افغانستان جزو ایران بوده؟ من حرف ایشون رو به طور کل رد نمی کنم، چون اصلا این کل این حرف توچ بودن تاریخ نگاری ناسیونالیستی کنشون میده. اونش که ایشون گفتم به مالیات اشاره کردم، حکومت مرکزی به صورت مالیات بگیر مرکزی اصلا وجود نداشته قبل از دوره مدرن و خیلی سیستم مالیاتی که ایشون خیلی سادش کردن خیلی از نفع گسترده تره. من مثلا فقط استفاده از کلماتی مثل ایران و افغانستان و تاجیکستان و اینا بود، همینجوری که ایشون اشاره کردن این کلمات شده بعد از 1935، بعد از قرن جدید وارد. میتونیم از نظر سیاسی حساب کنیم که بله اگر جای پایتختی هستش بقیه جاها به صورتی جزء وابستگان و منطقه، بله میشه گفت منطقه‌ای که امروزه ایرانه حداقل بخش وسط تا شرقش بخشی از حکومتی بوده که مثلا داشته در بعض حکومت میکرده حتی قبل از اسلام، همونجوری که گفتم در دوره هفتالیا بعد از هفتالیا پیروز ساسانی رو شکست میدن و میکشن، تقریبا تمام منطقه شرق ایران امروز تحت حمایه حکومتی بوده که در بلخ بوده و خوب امروزه در افغانستانه. ولی من در این صحبتی هم در مورد فرمایشات جناب تفرشی داشتم هم در مورد جمع‌بندی ایشون از مسئله استعمار بریتانیا که اگه اجازه بدین اینجا بگم.
حتما. اون مسئله تاثیر فرهنگی رو، اتفاقا همون تاثیر فرهنگی رو ببینیم، شاید حرف آقای امیرزاده بیشتر اثبات بشه. فردوسی داره در توس این شعر رو میگه، این اشعار رو میگه، و کسانی که دارن حمایتش میکنن در بخارا هستند و در غزنی. اتفاقا همین تأثیر فرهنگیه که مسئلهیه که مرکزیت نداره. این تأثیر فرهنگی نیست که از داخل خاک ایران یا اصلا به هیچ صورتی جوری که ما بتونیم اینو به مسئله سیاسی ربط بدیم. دنیای فردوسی دنیای شرق ایرانه، دنیای فردوسی اتفاقا افغانستانه. رستم فردوسی داره در زابلستان زندگی میکنه که قندهاره، و میره با یه نفری در سمنگان در تخارستان ازدواج میکنه و پدر بزرگش پادشاه کابل. فقط دنیای فردوسی دنیای افغانستانه، دنیای فردوسی دنیای افغانستانه، دنیای فردوسی دنیای افغانستانه. این اگه ما بخوایم قضیه فرهنگی رو پولیتیکال و تریتوریال کنیم، اتفاقا اینجاست که افغانستان میشه اون حالا هر چیزی که در ذهن فردوسی هست از نظر منطقه فرهنگ. بسیار خب، حالا بپردازیم به dívá a každá stará duše zpívá árie, árie. Osudem dávno je to dáno, kohout vám oznamuje ráno árie, árie. Pekonem hardam chorod, kúra nohe kovalo, nejmanem rábe daro. Kde se na člověka dívá a každá stará duše zpívá árie, árie. Osudem dávno je to dáno, kohout vám oznamuje ráno.